جانمایی سد چمشیر استان کوهگیلویه و بایرحمت که روی سازند گچساران قرار دارد امروز مورد بحث و نگرانی است. گروهی از متخصصان آن را گتوند دوم و یک فاجعه محیط زیستی می‌دانند، اما پیمانکار طرح استدلال‌های منتقدان را رد می‌کند. ساخت سد چمشیر در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان، مرکز شهرستان گچساران در سال 1393 و با همکاری چین آغاز شد. ماجرای این انتقادات احتمال وجود گنبدهای نمکی در محلی است که سد در آن ساخته شده. سازند گچساران که در رشته کوههای زاگرس قرار دارد، مجموعه‌ای از جیپس، گچ، انیدریت و افق‌های نمکی است که نوعی سنگ پوششی محسوب می‌شود و روی مخازن نفت و گاز را می‌پوشاند. این لایه از سازند از نظر زمین‌شناسی شکل‌پذیر است و باعث می‌شود رخنمون‌های بزرگی در ساختمان‌های تاقدیسی در زاگرس ایجاد شود. عبور رودخانه از روی این رسوبات منجر به شور شدن آنها می شود. حالا زمینشناسانی از جمله عباس بهرودی، دکترای ژئوتکنیک، می گوید مشکل اینجاست که در بعضی نقاط گچساران توده های نمکی بزرگی وجود دارد و سد چمشیر مانند گتوند در این نقاط ساخته شدند. با توجه به اینکه خاصیت انحلال نمک بالاست، توده نمکی به صورت مداوم شسته می شود و چون این توده ریشه دارد تمام نمی شود. این گچساران از یه جایی که گسل کازرون هست به شرق این خاصیت خودش رو دست میده، یعنی دیگه خیلی گچی و نمکی و اینا نیست، اما از گسل کازرون به سمت غرب یا شمال غربیش بخوام بگیم این خاصیت نمکی و گچی پیدا میکنه و این صدایی هم که حالا زده میشه مثل چمشیر، مثل حالا گتوند اینا، متاسفانه تو این بخشا قرار میگیرن، جایی که نمک و گچ و اینا هستش و این به حال اتفاقی که میفته. البته تو قسمت‌های بالادست زاگرس اونجا خب دیگه این نمک و گچ کمتر بیرون زده دیگه، چون تاقدیس دیگه برآمده ترن، بعد سنگ مخزن بیرون زده، خب اونجا ممکنه گچ و گچساران کمتر باشه، اما توی یه قسمتی که بهش میگن فرو افتادگی دسفول که این گتوند و اینا همه توش هستن، اونجا دیگه گچساران خب خیلی گسترش داره و مثل حالا سازنده آقاجاری و اینها گسترش دادن، چه خب صدایی که زده میشه اگه دریاچه‌اش رو گچساران باشه یا به حال در طول مسیرش باشه یا این گنبدهای نمکی که تو منطقه بعضن هستش باشه کنارشون، بالاخره شور میکنه و کیفیت آب هم میزنه و آب خب بالاخره وقتی شسته میشه اون نمک شسته میشه از آب که جدا نمیشه دیگه، چون آب به تدریج چیکار میکنه به پایین دست میاد. البته بعضی از متخصصین و آقایونی که در زمین آب هستن میگن خب آب شور در پایین سد دریاچه سد وجود میکنه، یعنی هر چقدر شما از کف سد به سمت بالا میای این شوریه کمتر میشه چون بخاطر چگالی آب فرق کرده و امثال هم، ولی مسئلهش اینه که وقتی اون رودخونه میاد وارد دریاچه سد میشه و مخصوصا در مواقع سیلابی اون آشفتگی که توی آب اتفاق میفته اون خود به خود تمام این سیستم رو به هم میریزه دیگه. و بعدش هم خب بالاخره این درسته حالا آبای سطح بالای دریاچه شورشون کمتره، ولی خب بالاخره این به طور مداوم هی داره شور میشه در چه اون هی بیشتر و بیشتر میشه دیگه، اینطوری نیستش که مثلا اون یه عمق ثابتی داشته باشه. ولی خب حالا اینا تحلیلایی که بعضا میکنن یا مدل سازیایی که میکنن و میگن نه اون این خیلی شورتره ولی این بالا مثلا قابل قبوله یا همچی صحبتایی رو انجام میشه، ولی خب این حالت خیلی تئوری داره، در عالم واقع ممکنه دقیقاً این اتفاقی که ما انتظار داریم نیفته که معمولا هم نمیفته و بالاخره این داستانی هستش که الان وجود داره. این آبی که میاد دقت بکنید، آبی که داره میاد از بالاخره جمع میشه، اول از این تو اون دریاچه که قرار میگیره بالاخره یه سفره آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه، بعدم که پایین دست میاد بسته به این شرایط حالا هیدرولوژیکی و اینها میتونه در واقع چیکار کنه، تبادلاتی بین این سفره آب زیرزمینی و این آبهای سطحی میتونه اتفاق بیفته، بنابراین تبادلات یونی میتونه اتفاق بیفته و این آلودگی احتمالش هست که بشه انجام میشه، ولی موضوع اینه که تا چه میزان انجام میشه، چون ممکنه یه مقدارش میزان مجاز باشه یه قسمت غیر مجاز باشه، اینی که آیا ما در شرایط مجاز هستیم یا غیر مجاز هستیم اینو خب احتیاج به مطالعه داره، احتیاج به کار داره دیگه، چیزی نیستش که فقط همین فلوداهه بگیم مثلا نه هیچ اثری ندارد یا برعکس بگیم بله خیلی هم اثر دارد، وقتی هیچ مطالعه نداریم هیچ دیتایی نداریم به نظرم یه مقدار طرح این مسئله خوبه ولی که فقط توی این لول بخوایم نگرش داریم
فکر میکنم نیاز به دیتا داریم، نیاز به اطلاعات داریم. بهرودی همچنین به سازند آهکی گرو، روی سازند گچساران و قرار گرفتن تاج صد روی آن اشاره میکند. زیر سازند گچساران سازند آسماری وجود دارد که نفت و گاز در آن ذخیره میشود. روی آن نیز سازند گچساران قرار گرفته که به عنوان پوش سنگ عمل میکند. روی گچساران سازند میشان و بالاتر از آن سازند آهکی گرو قرار گرفته. در واقع مجموعه شکننده روی مجموعه کاملا شکل پذیر قرار دارد که قرار گرفتن تاج صد روی آن ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد. اتفاقی که در مورد میشان و به خصوص این آهکی گرو که خدمتون گفتم افتاده اینه که یک مجموعه شکننده روی یک مجموعه سیال قرار گرفته و تحت مثلا چین خوردگی و تغییر شکل قرار گرفته، در نتیجه اینم کاملا حالت خورد شده و گسل خورده و شکسته پیدا میکنه، به طوری که این شکستی ها و این خورد شدگی ها در طول زمان آب هم که بهشون خورده باعث انحلال و پیدای کارستی توی مجموعه شده. پس حالا در نظر بگیر یک مجموعه داریم، یک مثل یک قطعه چوب یا یک قطعه شکننده روی یه سیال که کاملا هم حالا خورد شده و گسل خورده است و بعد شما یه تاج صد هم چیکار میکنی روش قرار میدی. خود این الان ریشه درست حسابی نداره، یعنی رو هواست، یعنی حالا ریشه نداره. دوم از این کاملا خورد شده است. سوم از این حالت کارستی هم داره، یعنی آب هم از زیرش ممکنه داره و بعد اصلا مسئله اینه که اصلا مقاومت میتونه بکنه در مقابل این فشار و این تنشایی که هست یا نه. اینا همه جای سواله و کارهای ژئوفیزیکی که باید اونجا انجام میشد در ارتباط با اینکه آیا اینجا کارست هست، این حفرات توی این آهکا هست، میز این شکستگی ها به چه صورت، آیا آب اینجا فرار میکنه و خیلی از این کارها حداقل به اون شکلی که باید انجام بشه انجام نشده یا اصلا ژئوفیزیکی مثلا فرض کن گراویتی و اینا، حالا مغناطیس چیز سیل سنجی اینا به اون صورت انجام نشه که ببینیم اون زیر حفرات مثلا کارستی داریم نداریم. اینا کارهایی بود که به نظر ما انجام میشود. یه قسمتشه. حالا خود گچساران که داریم صحبت میکنیم که مخزن زیرشه در بعض جا خب خیلی ضخیم میشه، در بعض جا خیلی نازک میشه. خب این در بعض جاهایی که نازک میشه این فشار سیال و نفت و گازی که این تو هست میتونه باعث نشت تو چی بشه؟ رو سطح زمین بشه. خب یا اصلا ممکنه حالا مواد آلی هم بعضا تو بعضی لایه‌ها افقا باشه و اونها هم خودش باعث آلودگی آب هم میشه. پس بنابراین فقط نمک و گچ نیست، الان آلودگی های نفتی و اینا هم در واقع چیکار میکنه وارد بازی میشه دیگه. آب از دریاچه احتمال نشتش به بله از همین دیوارهای سد و همین دوربر این جایی که حالا این سد دیوار یعنی در واقع تاج گذاشتن این روی آهکای هم گروه که بدونیم شهیدن خورد شده است دیگه و کارسی هم هست 100% در میره. علاوه بر این او به اجرای همزمان پروژه سد و آبگیری و یک پروژه ازدیاد برداشت و تبعات آن هم اشاره میکند. شما تاج اینجا گذاشتی؟ این هم که میگم مثلا داغونه، بعد ما نمیدونیم اون چقدر با مخزن فاصله داری، بعد مخزن هم در همون دوروبر میخوان کلی چاه بزنن، بعد گاز با فشار در حد 7000-8000 PSI بکنن تو مخزن، آیا اصلا این بعد این پوشتنگی هایی میتونه این فشار رو نگرداره یا میزنه تمام اینجا رو منفجر میکنه میبره هوا؟ این هم ما نمیدونیم. این هشدارها پیش از این هم مطرح شده بود. دفتر مطالعات سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان هم به مدیرعامل وقت این سازمان در سال 95 اعلام کرده بود که وجود چشمه‌های آبشور و تشکیلات تبخیری گچساران به ویژه در بخش انتهایی دریاچه سد چمشیر بر نامطلوب شدن کیفیت آب دریاچه اضافه می‌کند. یکی از مطالعاتی که به احتمال وجود گنبدهای نمکی در آن اشاره شده توسط حاجی کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام انجام شده است. این مطالعه تحت عنوان علاج بخشی شوری رودخانه زهره در پایین دست سد صورت گرفته است. رصدهایی که انجام دادیم و پایش ها و مطالعاتی که در زمان های مختلف در دبی های مختلف رودخونه انجام شد ما ملاحظه کردیم که ایسی یا کیفیت آب رودخونه از هول و هوش 2000 در بالادست این مقطع شور کننده به بعضن بر اساس دبی بین 3000 تا 5000 میکروموس بر سانتی متر این ایسی افزایش پیدا میکرد. هر چقدر دبی آب رودخونه کمتر میشد سهم اون آب شوری که باعث شوری آب رودخونه میشد بیشتر میشد. اما من یه شواهدی در منطقه دیدم از جمله فروچاله هایی در اون محدوده و در حاشیه رودخونه در آبرفت های حاشیه رودخونه من این سینکولا رو که ملاحظه کردم
شک هم بر این بود که احتمال زیاد یک انحلال قوی در این زیر داره صورت میگیره و این نمیتونه جز انحلال نمک باشه. درخواست گمانه هایی کردیم، با اصرار پذیرفتن و گمانه های عمیقی رو برای ما حفاری کردن. در این گمانه ها ما به لایه هایی از نمک برخورد کردیم که ضخامت اونها بعضن به بیش از 6-7 متر میرسید. سازنده گچساران همه جا دارای لایه های نمکی نیست و بخشی از تصور بر این بود در این منطقه احتمالا لایه های نمکی وجود نداشته باشن، اما ما در اینجا با اون بررسی و مطالعهمون با اطمینان کامل دیگه به خود لایه های نمک رسیدیم. مغزهای نمک بالا اومد و ما با اطمینان میگیم در پایین دست سد چمشیر در سازند گچساران لایه های نمکی وجود و حضور دارند. نکته‌ای که در واقع خیلی حائز اهمیت بود در این منطقه، ما دیگه میتونستیم بگیم که تغییراتی که در کیفیت آب رودخونه در این مقطع در پایین دست سد چمشیر صورت میگیره عمدتاً ناشی از انحلال نمک‌های سازند گچساران در عمقی کمتر از 100 متر دارند. بنابراین وقتی که نمک در کمتر از 100 متری زمین وجود داره، هیچ دلیلی نداره که ما این شور شدن رو نسبت بدیم به اعماق زمین و شورابه‌های میادین نفتی، اگرچه ما یک گسلی با نام گسل همدش سلیمان و هم گسل چمشیر از این منطقه عبور میکنه و در تسهیل این ارتباطات و جریان‌های آب زیرزمینی مؤثر هست. با توجه به فاصله کمی که این سازند گچساران در پایین سد داره و در بالا دست سد ما هم پهنه گسترده ای از سازند گچساران رو داریم، با توجه به فاصله کمی که وجود داره، آیا امکان وجود لایه های نمکی همچنان در داخل سازند گچساران در بالا دست سد وجود دارد یا خیر؟ چون این گچساران با دریاچه سد در ارتباط خواهد بود و اگر لایه های نمکی از اون همانند پایین دست در معرض و در دسترس آب دریاچه قرار بگیره، با توجه به انحلال پذیری بالای نمک میتونه اون نمک ها در آب دریاچه حل بشه و ما کاهش کیفیتی در آب مخزن سد داشته باشیم. پیمانکار سد در پاسخ به این انتقادات میگوید در برخی از زیر مجموعه های سازند رسوبی گچساران لایه هایی از نمک وجود دارد، اما وجود سازند مطلقاً مترادف با گنبد نمکی نیست و تعداد زیادی از مخازن سدهای بزرگ در حال بهره برداری در ایران مانند سد کوثر و مارون روی سازند گچساران یا معادل آن قرار دارند و البته مشکلی در خصوص مسئله انحلال نمک در آب مخزن ندارند. همچنین در مخزن سد رخنمون لایه‌های نمک یا گنبد نمکی در سطح یا اعماق کمتر از 400 متر به دست نیامده و ادعای تشابه مخزن چمشیر با مخزن سد گوتوند کاملا بی اساس است. برای آبگیری این سد که مطالعات آن از سال 1373 آغاز شده، تاریخ‌های متفاوتی اعلام شده بود. از اردیبهشت 1400 تا اواخر سال جاری. با این حال هنوز مشخص نیست سدی که از آن به عنوان بلندترین سد وزنی بتون قلتکی ایران یاد می‌شود، به یک فاجعه محیط زیستی تبدیل خواهد شد یا خیر.